I lived in the 1980s and 1990s in this Gorky city. در دهه‌های 80 و 90 میلادی من در شهر گورکی زندگی می‌کردم. گورکی شهری است کنار رود ولگا. سال بعد نام شهر من از شکل شوروی معاب گورکی تبدیل شد به نام قدیمیش، یعنی نیژنی نوگورود. سال 1991 سال سختی برای من و خانواده‌ام بود. دلیلش هم کمبود مواد خوراکی در سراسر کشور و به ویژه در نیژنی نوگورود بود. I came to the city center hoping that there will be some rallies in the support of Gorbachev, Yeltsin, democracy and so on. And it was just وقتی ماجراهای کودتای اوت، یعنی جریان به اصطلاح براندازی روی داد، من به مرکز شهر رفتم. امیدوار بودم که تظاهراتی در حمایت از گورباچوف و یلتسین و دموکراسی و این جور مسائل به راه افتاده باشه. با کمال تعجب مرکز شهر خالی خالی بود. کسی نبود، نه کسی که از کودتاچیان حمایت کنه و نه کسی که طرف یلتسین و گورباچوف رو بگیره. هیچ کس نبود. مطلقاً هیچ کس. مردم نمی ترسیدن، صرفاً علاقه ای به این رویدادها نداشتند. وضعیت درست نقطه مقابل رویدادهای مسکو و سن پترزبورگ بود. اونجا صدها هزار تن از حامیان یلتسین و گورباچوف جمع شده بودند. اونقدر مایوس شده بودم که برگشتم خونه و یک راست رفتم به تختم و صبح با این فکر پا شدم که همه چیز تمام شده. من آینده ای ندارم. خانواده ام آینده ای ندارن و دوباره باید برگردیم به شوروی و دوران شوروی. بعد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو باز کردم و فهمیدم که در واقع رویدادها داشت در جهت درست حرکت میکرد و کودتاچیان در پایتخت سن پترزبورگ و یاسوردلوفسک حامی و پشتیبانی نداشتند. و یک چیز مهم رو هم فهمیدم که مشکل اساسی مردم شوروی خوراک، درآمد و اینجور چیز هاست. برای اونها این موضوعات حیاتی تر و جدی تر از مسائل سیاسی بود. اول ژانویه 1992 نخستین روز دوران به اصطلاح نوین و اصلاحات بازار در روسیه بود. رفتم به یک مغازه خاروبار فروشی که مواد خوراکی بخرم. سالهای گذشته عادت داشتم که ببینم نصف قفسه های مغازه خالی است. به سختی میشد توی این مغازه ها چیزی پیدا کرد و خرید. ولی این بار وقتی وارد شدم متوجه شدم که هیچ وقت در هیچ دوره‌ای در زمان حکومت شوراها این همه محصول ندیده بودم. یادم رفت که این همه محصول اونجا چیده شده. واقعا حیرت زده بودم از دیدن این همه اجناس. بعد قیمت‌ها رو نگاه کردم. لازم یادآوری کنم که اون روز دومین روز اصلاحات بازار در روسیه بود. میتونید تصور کنید که قیمت اجناس نسبت به زمان شوراها چقدر بالا رفته بود. 10 برابر و شاید 100 برابر و یا بیشتر. بعد متوجه شدم که با حقوق ماهیانم تنها میتونم 1 قرص نان بخرم. پیش از فروپاشی رژیم، جامعه شوروی به زندگی خود طوری ادامه میداد که گویی در یک سلول زندانه. خوب و راحت، ولی داخل یک زندان. حالا جنگ دیگری برای تنازع بقا شروع شده بود. من در یک میدان بدون دیوار و آزاد ایستادم و هر کاری که بخواهم میکنم. کسی بالای سر من نیست و فقط خودم هم. But no one was in charge of me. Only myself.